بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العارف من عرف نفسه فاعتقها و نزهها ان کل ما یبعدها و یوبقها. در بحث سیر و سلوک عملی در مقام تجلیه به مناسبت بحث گناه رو پیش کشیدیم که بزرگترین آفت در وصول به هدف برای سالک و در مورد گناه و عواقب گناه و اینکه چه باید کرد تا انسان به راحتی اقدام به گناه نکنه، معصیت الهی رو پیش نکنه، عرایض رو تقدیم کرد. در خاتمه این بحث گناه این مطلب رو اشاره داریم که خداوند تبارک و تعالی گرچه دارای رحمته و رحمتش هم واسع است، فراگیره، چنانچه خودش در قرآن فرمود: و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من فرا گرفته همه ی اشیاء را، چیزی که باقی نگذاشته. و در ابتدای دعای شریف کمیل هم میخوانیم: اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. بر این باوریم که حق تعالی دارای رحمته و رحمتش هم رحمت واسعه است و رحمتش هم بر دو قسمه: رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه. ولذا در بسم الله و همینطور در سوره هم هر دو تا رحمت رو ما متذکر میشیم. عرض میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، هم رحمانه و هم رحیمه. البته این که فرد این دوتا رحمت چیه در جای خودش باید توضیح داده بشه. اجمالا بدانیم که رحمت رحمانیه شمول داره، عموم داره. رحمت رحیمیه مربوط به طایفه خاصه. به تعبیر دیگر رحمت رحمانیه اصل وجود رو افاضه میکنه به شیء. رحمت رحیمیه کمالات بعد از تحقق و وجود رو در صورتی که موجود قابل باشه اعطا میکنه. و به تعبیر جناب مولانا در مثنوی: اون یکی جودش گدا آرد پدید. این رحمت رحمانیه است. وان دگر جودش گدایان را مزید. این رحمت رحیمیه است. الان عرض ما در خاتمه بحث گناه این که همه اینها را ما پذیرا هستیم. باری تعالی رحمت داره، رحمتش واسعه است، رحمتش رحمانیه است، رحیمیه است. نه تنها حق تعالی رحمت داره، بلکه ارحم الراحمینه. در سوره مبارکه یوسف این چنین فرموده: فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. یعنی اصلا رحمت حق تعالی رو با رحمت پدر مادر قابل قیاس نمیشه کرد و دانست. ولی عرض ما اینه که در کنار رحمت غضب هم داره. این چنین نیست که فقط رحمت در کار باشه. رحمت در جای خود، غضب هم در جای خود. و لذا در همون اوائل دعای شریف افتتاح مربوط به شبهای ماه مبارک رمضان که این دعا منصوب به آقا امام زمان ولی عصر علیه السلامه، این چنین می خوانیم:
و ایقن تو انکه انت ارحمر راهمی. خدایا ما بندگانت یقین داریم که تو ارحمر راهمی هستی، منتها در جای خودت فی موضع العفو و رحمه، اونجایی که مورد قابلیت داشته باشه برای دریافت این رحمت تو، مغفرت تو، و دنبالش میخوانیم. و اشد المعاقبین فی موضع نکال من نقمه، و ایغن تو انکه انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه، و اشد المعاقبین فی موضع نکال من نقمه. در موردی که شخص مستحق عذاب و غضب تو باشه در اثر گناه، سرپیچی، نافرمانی، اینجا هم ما یقین داریم که تو اشد المعاقبین هستی، سخت‌ترین عقاب کنندگان و بزرگترین عقاب کنندگان هستی. انسان سالک توجه داره که فقط نباید به رحمت حق تعالی عنایت داشته باشه و امیدواری کامل و رجاء کامل بر او حاکم باشه، بلکه در کنار این رجاء و امیدواری از خوف و وحشت هم برخورداره، به لحاظ اینکه او معتقده به باری تعالی که هم ارحم الراحمینه هم اشد المعاقبینه، و لذا هرگز به راحتی به خود جرأت اقدام به گناه، معصیت و نافرمانی رو نمیده. انسان سالک الالله توجه به این قبیل آیات شریفه داره که نمونهاش رو عرض میکنیم. در سوره نساء آیه 93 میفرماید و اعد لهم و اعد له عذابا عظیما. این بیان حق تعالی است که خودش عظیمه. حالا این چه عذابی است که اون عظیم از این عذاب تعبیر به عظیم کرده؟ و اعد له عذابا عظیما. خداوند تبارک و تعالی برای شخص نافرمان، گناهکار، معصیتکار، کفر پیشه آماده کرده عذاب عظیم را. و بازم تکرار میکنیم، تعبیر به عذاب عظیم از خدایی است که خودش عظیمه. حالا باید دریافت که این عذاب چه عذابیه که اون خدای عظیم از اون تعبیر به عظیم کرده. و یا در سوره فصلت آیه 27 میفرماید فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا. میچشانیم به کسانی که مخالفت ما و کفر ما رو پیشه کردن، خدایا چه میچشانیم؟ عذابا شدیدا. الان این گفتار گفتار بنده و جنابالی نیست، گفتار حق تعالی است که در نهایت عظمت و شدت تعبیر کرده و عذاب شدید. و یا در سوره فرقان آیه 37 می فرماید و اعتدنا للظالمین عذابا علیما. آماده کردیم برای شخص ظالم عذاب علیم. علیم یعنی دردآور، دردناک. البته این رو هم باید بدانیم که ظالم دو قسمه. یک قسم ظالم کسی است که حق دیگری رو زیر پا میگذاره، تجاوز به جان و مال و ارض و ناموس دیگری داره، ولی ظلم منحصر به این مورد و این قسم نیست. قسم دوم شخصی است که گناه و مخالفت و عصیان حق تعالی رو پیشه میکنه و را حق دیگری رو ضایع نکنه.
اینم ظالمه. در تعبیر قرآنی شخص گناهکار ظالمه، البته وجهش هم روشنه، چون کسی که معصیت و گناه رو پیشه میکنه در نهایت مبتلای به عذاب میشه، پس بنابراین به خودش ظلم کرده و لذا ما از شخص گناهکار بر طبق فرمان فرمایش قرآنی معارف دینی تعبیر به گناه، تعبیر به ظلم میکنیم، ظالم میکنیم. الان میفرماد و اعتدنا للظالمین عذابا علیما، این ظالم در حد و بغض، کسی که تجاوز به حق و حقوق دیگری کرده ظالم، کسی که تجاوز به حق و حقوق دیگری نکرده عصیان الهی رو پیشه کرده اونم ظالمه. و در اینجا فرمود عذاب علیم دردناک دردآور رو برای اینها مهیا کردیم. و همینطور در آیه 27 سوره نساء و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، یه جا عذابا عظیما، یه جا عذابا شدیدا، یه جا عذابا علیما، در این آیه شریفه عذابا مهینا. مهین یعنی خار کننده، بیچاره کننده، بدبخت کننده. حقیقتا ما دریافت نمی کنیم کیفیت عذاب قیامتی را، که ماهیتش چگونه است، که مثل خدای عظیم از اون تعبیر به عظیم کرده، خدای بزرگ از اون تعبیر به شدید کرده، خدای بزرگ از اون تعبیر به علیم کرده، خدای بزرگ از اون تعبیر به مهین کرده. انسان عارف توجه به این قبیل بیانات شریف قرآنی داره و لذا به راحتی به خودش جرأت نمیده که اقدام به گناه بکنه. البته این قبیل آیات و این بیانات هیچ منافاتی هم با اون بحث تجسم اعمال ما هم نخواهد داشت، یعنی کسی اشکال نکنه، شما گفتید که مجازات قیامتی بروز و ظهور باطن عمله و خارج نیست، و حالی که ظاهر این آیات بیانگر اینه که خداوند تبارک و تعالی عذاب میکنه. عرض میکنیم نه، خداوند تبارک و تعالی اگر عذاب میکنه تو این آیات ظاهرش این چنینه، به همون نحوی که در تجسم اعمال بیان کردیم، اینی که یوم تبلت سرائر در پیش روی داریم، باطنهای اعمال ما ظهور میکنه، این خاصیت رو خداوند تبارک و تعالی بر اساس مقدرات خودش تنظیم فرموده، از باب اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله، در نهایت تأثیرگذار اصلی در همه امور حق تعالی، هیچ منافاتی با تجسم اعمال نداره. و آخرین حرف ما در این باب اینه که انسان سالک الالله توجه به بیاناتی از قبیل این فقره از دعای شریف کمیل داره که مثل مولا امیر المومنین علیه السلام فرموده الهی انت تعلم ضعفی عن قلیل من بلاء دنیا، خدایا تو آگاهی که ما چقدر ضعیفیم، چقدر ناتوانیم، چقدر کم طاقتیم در مقابل این بلاها و آسیبهای دنیوی، در حالی که و هو بلاء قصیر مدت و یسیر بقاء. غلیل مکسوب فکیف احتمالی، یعنی خدایا چگونه من باید تحمل بکنم؟ تو با خبری که من بنده تو در مقابل بلاهای دنیوی، با اینکه مدتشون کوتاه، دوام ندارن،
این گونه ضعیف و ناتوانم، چگونه من میتونم تحمل کنم؟ فکیفه مالی لبلاء الاخره و جلیل وقوع المکاره فیها و هو بلاء تطول مدته یدوم و بقاءه. در بعضی موارد تعبیر به خلود، برای خلود ما اصلا نمیتونیم زمان تعیین کنیم. خدای عذابهای قیامتی 1000 ساله، 10000 ساله، 1,000,000 ساله، 1,000,000,000 ساله، اصلا ما نمیتونیم برای اون مدت تعیین بکنیم. چون اگر زندگی قیامتی رو ما ابدی پذیرفتیم، ابد یعنی غیر متناهی، ما هر عددی رو بیان بکنیم بیانگر تناهیه. خدایا من در مقابل این بلاهای کوتاه مدت دنیا اینطور ناتوانم. فکیفت مالی لبلاء الاخره و جلیل وقوع المکاره فیها و هو بلاء تطول مدته و یدوم مقامه و لا یخفف عن اهله، هیچ تخفیف بردارم نیست. لانه لا یکون الا عن غضبک و انتقامک. عمده ارزم این یه جمله است. و هازا و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض. انسان سالک الالله از این قبیل فرمایشات به راحتی نمیگذره. کسی که مثل مولا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید خدایا این بلایی که تدارک دیدی برای انسانهای اسیان پیشه، کفر پیشه، کسانی که نافرمانی تو رو پیشه کردن، این بلا هازا ما لا تقوم و له السماوات و الارض، آسمان ها و زمین تا به مقاومت رو ندارن. خب من انسان ضعیف و بیچاره چجوری میتونم طاقت بیارم؟ گاهی من برای بعضی از دوستانم در منبرها، خطابه ها، مجالس وعظ این گونه عرض میکنم که هر چند گاهی ما که هر چند روزی میریم برای شستشو و نظافت به حمام، هر چند گاهی وقتی میریم استحمام میکنیم، به حمام میریم، این آب و آب گرم کن، نمیگم به درجه 100 رسیده باشه، نه، به همون درجه 60-70 رسیده. این آب آب گرم کن، اون شیر گرم رو یک دست باز کنیم، یک چند دقیقه هم صبر بکنیم که تا آب آب گرم کن منتقل به دوش بشه. حالا بفرمایید بریم زیر دوش، چقدر میتونیم دوام بیاریم؟ چقدر میتونیم طاقت بیاریم؟ بازم عرض میکنم نه آب 100 درجه، یعنی به نقطه جوش رسیده. همین آبی که درجه آب گرم کنه من و شما 70 رو نشان میده مثلا، و حتی بیایم بازم پایین تر 60 رو نشان میده. تجربه بکنیم، امتحان بکنیم، آیا میتوانیم حداقل 1 دقیقه طاقت بیاریم؟ یا اینکه به مجرد اینکه این آب به بدنمان آسیب اصابت کرد، ناخودگاه، ناخودآگاه، گویا بی اختیار خودمون رو از زیر این آب و دوش پرت میکنیم کنار. عرض میکنم هم به خودم هم به دوستانم، هر چندگاه این رو تجربه بکنیم. خدایا ما یه آب 50 درجه، 60 درجه، 70 درجه رو بفرمون نمیتونیم 2 دقیقه تحمل بکنیم. چطور باید عذاب قیامتی رو ما تحمل بکنیم که به فرمایش مولای من امیر المومنین علیه السلام در این فقره از دعای شریف کمیل فرمود هازا ما لا تقوم و له السماوات و الارض. نتیجه این که برمیگردیم به اصل مطلب، اگر انسان از غفلت در بیاد و آگاهی پیدا بکنه، 1 ماهیت گناه چیه، 2 گناه کی رو مرتکب میشه، معرفت به مولا، 3 عواقب گناه به کجا کشیده میشه برای انسان،
نتیجه گناه چه خواهد شد هرگز به خودش جرأت نمیده. چون بعضی از دوستان سوال میکنم که آقا ما دوست داریم گناه نکنیم ولی نمیشه، چه کار بکنیم که بشه؟ راهکاری رو که بنده میتونم عرض بکنم همینه. در طی چندین جلسه این حرفا رو زدیم، نتیجهش رو اینجا داریم خلاصه گیری میکنیم. اگر انسان معرفت و شعور پیدا کنه به ماهیت گناه، معرفت و شعور و آگاهی پیدا بکنه به مولایی که گناه او رو مرتکب میشه، و خصوصا این سومی معرفت و شعور و آگاهی پیدا بکنه به عواقب گناه، به راحتی جرأت نمی کنه اسیان هفتاله رو پیشه بکنه. این بحث گناه رو خاتمه میدیم. و اما از اونجایی که عرض کردیم سیر و سلوک در مقام تجلیه در دو بود انجام میگیره، یکی در انجام عوامر بود اول و بود دوم در ترک نواهی. شخص صالح الله اهتمام داره که به عوامر مولا عمل بکنه، واجبات که مسلم، نوافل و مستحبات هم در حد توان، و همینطور اهتمام داره که از گناهان و معاصی و نواهی مولا اجتناب داشته باشه. در اونجا هم محرمات رو عرض میکنیم مسلم، حتی مکروهات رو هم در حد توان. عرفای بالله گذشته ما اینچنین بودن، اهتمامشون فقط به واجبات و محرمات نبود. حالا قبل از اینکه وارد مطلب جدید بشیم، یه جریان تاریخی رو عرض بکنم. اون عارف نامدار منطقه شاهرود چی بوده؟ بستامی، عارف بستامی، بایزید بستامی. جناب بایزید بستامی در بستام از حوالی شاهرود دیگه اینجوری شنیدیم، به ایشان خبر دادن که در شهر بستام یه عارف مشهوری وارد شده و اگر شما صلاح بدانید خوبه یه جلسه ملاقاتی با این بزرگوار داشته باشید. دیگران هم بیان در اون مجلس از فرمایشات شما دوتا بزرگ بهره ببرن. جناب بایزید بستامی پذیرا شد، استقبال کرد، منتها با اون افراد صحبت کرد که این محل ملاقات کجا باشه، چه زمانی باشه، چه ساعتی باشه، چه روزی. به توافق رسیدن، در نهایت بنا شد که در مسجد بستام در یه ساعت معینی این دو تا عارف نامدار، در نامدار بودن جناب بایزید که شکی نیست، اون آقای دیگری هم معروف بوده که عارف نامداره و بعد معلوم شد که این چنین نبوده. در هر صورت مشخص شد مسجد شهر، روز معین، ساعت معین این ملاقات برگزار بشه. جمعیت عظیمی هم با خبر شدند و استقبال کردن که بین این دوتا بزرگوار چه میگذره. جناب بایزید بستامی احتیاط کرد، یه مقدار دورتر از ساعت موعد به احترام وارد مجلس شد که منتظر بمانه تا این شخصیت بیگردش تعریف میکنن وارد بشه. سر ساعت رسید و سلام و صلوات، معلوم شد اون آقای شخصیت معروفی که سر زبان ها افتاده بود داره میاد وارد مسجد. همین که این آقا وارد مسجد شد، پا گذاشت توی مسجد، جناب بایزید بستامی برخاست و مسجد رو ترک کرد و روانه منزل شد. یکی از مریدها، خصیصین، شاگردان، علاقمندان آقا رو دنبال کردن،
کردن آقا چی شد؟ بنا بود که جلسه ای باشه، گفت و شنودی باشه، مذاکره ای باشه، دیگران بهره ببرن. منم که احترام کردم، ادب رو رعایت کردم، حتی قبل از موعد مقرر وارد جلسه شدم، ولی وقتی دیدم این داره وارد مسجد میشه، پای چپش رو ابتدا هم گذاشت توی مسجد. تعجب کردم این چه عارف معروف و مشهوری است در زمان شما که رعایت این عمل استحبابی رو نمی کنه که انسان وقتی وارد مسجد میشه مستحب پای راست رو بگذاره، و من دیدم این پای چپ رو گذاشت. دیدم این شخصیت، شخصیت قابلی نیست که من با او وارد مذاکره بشم. الان عرضم اینه که کسانی که در مسیر سیر و سلوک الهی حرکت میکنن، واجبات که در جای خودش، ترک محرمات که در جای خودش، حتی به امور استحبابی هم اینجوری اهتمام دارن. وقتی جناب بایزید بسطامی میبینه که این آقا به جایی که چون مستحبه، در دستورات دینی ما مستحبه که انسان وقتی وارد مسجد میشه ابتدای پای راست رو بگذاره. البته همه این احکام هم بر اساس مصالح، واجبات بر اساس مصالح، مستحبات هم بر اساس مصالح، محرمات اگر در شریعت اسلامی داریم یا شرایع دینی داریم حتما برخوردار از مفسده است، مکروهات هم برخوردار از مفسده است، منتها محرمات مفسده شدیده داره، مکروهات ضعیفترش رو داره، واجبات مصالح شدیده داره، مستحبات ضعیفترش رو داره، و تمام این مصالح و مفاسد هم ربطی به خدا نداره، ربطی به حق تعالی نداره، مربوط به خود انسانه. حالا یا مصلحت و مفسده شخصی یا اجتماعی یا هر دو. الان در همین مورد مستحب به انسان وقتی وارد مسجد میشه اول پای راست بگذاره، در مورد دستشویی برعکسه، اونجا مستحبه که پای چپ رو ابتدا بگذاره و کراهت داره پای راست. حالا علم پزشکی به اینجا رسیده که اگر انسان در حال قیام و ایستاده با هزارها اگر دوچار سکته مغزی بشه، پرت میشه به اون سمت سویی که پای راست بشه، ولذا موقع مسجد اول پای راست بشه که اگر از قدم هزارها اگر در همین حال ورود انسان مبتلا به سکته مغزی شد، چون پای راست جلوه پرت بشه جلو و در یه مکان مقدسی جان بده. یا در مورد ورود به دستشویی اگر یه همچه عارضه پیش آمد، پای چپش جلو باشه، که به طور طبیعی وقتی پای چپ جلو باشه پای راست عقبه، پرت بشه به عقب، مثلا در یه جای آلوده جان نده. الان کاری به این مسئله و مفاسد نداریم. عرض ما اینه که شخص عارف اهتمام داره، اونم تا جایی که مثل جناب بایزید بسطامی وقتی میبینه این آقایی که معروف سر زبان ها به عارف، وی عمل مستحبی رو رعایت نمیکنه، مسجد رو ترک میکنه. و چون این چنینه، ما بنا داریم همونطوری که در بعد گناه مطالبی رو تقدیم کردیم، در اون بعد دیگر انجام واجبات، اطاعت اوامر الهی هم عرایزی مختصرتر تقدیم بکنیم. و لذا در مورد اوامر الهی عمده نظر ما اطاعت امر صلات، نماز. این هم در رأس تمام امور در شریعت اسلامی ما، و انشالله در جلسه بعد راجع به نماز، اونم در ابعاد گوناگون، عرایزی رو تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
Mm-hmm.